بخیر. سلام، وقتتون بخیر. ممنونم. امروز در خدمت آقای دکتر حیدری هستیم. آقای دکتر، لطفاً در مورد زیبایی ابرو برامون توضیحات رو بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون از شما. امروز سوالات بینندگان و اونایی که تو اینستاگرام پاسخ میدن و لایو بینندگان عزیز، بیشتر ما دیدیم چند وقته در مورد ابرو بودش. گفتیم یه توضیحاتی بدیم که شاید جوابگوی یک سری از سوالات باشه. همونجور که میدونید ابرو به هر حال توی صورت نقش بسیار مهمی داره. کلا جز عناصری هستش که توی زیبایی صورت واقعا نقش مهمی ایفا میکنه. خلینگی ابرو، خود پرپشت بودن یا خالی بودن ابرو، شکل ابرو، فرم ابرو و جهت ابرو، همه اینا عوامل تعیین کننده در اینکه زیبایی صورت چجوریه و حتی نقش مهمی در ظاهر پیری یا جوان بودن صورت میزنه. یعنی نقش بسزایی ابرو در این عوامل دارد. خب خدمتتون عرض کنم که بیماران زیادی هستن که برای صورت، زیبایی صورت مراجعه میکنن و با یه تغییر مختصری در شکل ابرو، فرم ابرو یا کشیدگی ابرو میتونن جوانسازی خیلی خوبی داشته باشن. خود ابرو درسته که خیلی مهمه، ولی اطراف ابرو هم تقریبا به همون اندازه مهم هستش، مثل چین‌های اطراف ابرو، پلک و پیشانی. تمام عوامل نقش مهمی داره. امروز فوکوس ما خب روی ابرو هستش. همونجوری که میدونید خب خانم‌ها الان، حالا خانم‌ها باری هم آقایون، الان کارهای مختلف رو ابرو انجام میدن، از پاشور گرفته تا کاشت ابرو تا میکرو بلیدینگ و خدمتتون عرض کنم، کارهایی که به هر حال خودتون بیشتر در جریان هستید، و کارهای کازمتیک، آرایشی، نان سرجیکال و به خصوص که الان کاشت ابرو هم خیلی شایع شده. حالا آشور و تتو و اینا میتونه پرمننت دائمی باشه یا موقت باشه. به هر حال ما تنظیممون بر اساس اون چیزی که پرمننت یا دائمی زیباجوی عزیزمون ایجاد کرده. این نکته رو در نظر داشته باشید که وقتی که ما میخوایم کاری برای ابرو انجام بدیم یا کاری برای پیشانی انجام بدیم یا اطراف چشم، حتما معیارمون ابرو رو در نظر بگیریم و به بیمارمون میگیم که اون ابرویی که الان ایجاد کرده، هاشور زده، تتو زده یا هرچی هستش اینا، این بعد از عمل هم باید همین باشه. یعنی معیار ما الان دیگه روی این هستش. پس خیلی مهمه که حالا تنظیمات این قبل از عمل مهم هستش. اگه با سوالی دارن یا اینکه اگه زیباجویان سوالی دارن میتونن مطرح. آقای دکتر، لیفت ابرو به روش باز انجام میشه یا آندوسکوپی؟ بله، حالا شما لیفت ابرو رو مطرح کردید، ولی کلا همیشه ابرو کار جراحی، یعنی لیفت حالا نیست، ممکنه کارهای خیلی جراحی یا نان سرجیکال، حتی تزریق بوتاکس ژل هم موثر بشه. ببین، روشی که من دارم برای ابرو بیشتر اندوسکوپی هست، که شما هم خودتون اکثرا دیدید که ما به روش اندوسکوپی میریم، یعنی اندوسکوپیک برو لیفت. یعنی ما سعی میکنیم برشی توی صورت یا ابرو نداشته باشیم. البته هستن افرادی که برای برشایی میدن، ولی برشی نداشته باشیم و حتی اون بلفارو یا پوست اضافه هم که میخواییم برداریم، گاهی وقتا با همون لیفت ابرو تنظیماتمون رو انجام میدیم. حالا اندوسکوپی که میکنیم، برشا داخل مو هستش، اطراف آزاد میکنیم و گاهی میخوایم اینو فیکس بکنیم. خود بیمار هم نظرش بسیار مهمه. بیمارانی هستن که جهت ابرو براشون مهم هستش. حالا البته ما اون نرمال و طبیعی بودنشو در نظر میگیریم، ولی خب گاهی بیمار فقط میخواد یه سمت کشیده بشه، قسمت خارجیش کشیده بشه یا اینکه تاج ابرو کشیده بشه. با مشورتی که با هم دیگه قبل از عمل انجام میدیم، اون تصمیم درست رو میگیریم که به صورتشون بیاد. من معمولا ابرو رو در اکثر موارد، شما لایو اینستاگرام ما رو هم دیدید، با اندوسکوپ لترال میکشم، یعنی تمام ارتباطات یا اون لیگامانه اینجا رو آزاد میکنم و برای اینکه ماندگاری بسیار بالایی داشته باشه توی استخون اینجا فیکس میکنم. حالا چه به روش اندوتاین هستش یا چه به روش بونتانلینگ یا فیکس در استخون، و گاهی هم مثلا نیاز به فیکس نداره. و برای چینهای اطراف اینجا هم حتما کارهایی انجام میدم که زیبایی اونجا حفظ بشه. باز اگه سوالی دارید میتونید مطرح کنید. آقای دکتر، که دوستان پرسیدن که سلام، من اصلا مو نداره ابروهام، تتو قدیمی رنگش هم دودی شده، چی کار میتونم بکنم؟ کاش میشد حالا من عکس ایشونو میدم، ولی معمولا افرادی که خب مو نداره یا که بعد ببینیم به صورت مادرزادی بوده یا جدید بوده یا به هر علتی که بوده، عوامل محیطی بوده، اول سعی بکنن که اون قسمت مو رو، حالا چه به روش
تتو کاش نمیدونم تتو کردن یا نه، ولی اگه امکانش هست کاشت خوبی انجام بدن، بعد ما روی اون کاشت یا تتوی که ایشون انجام میدن یا هاشوری که زدن ما میایم اون تنظیمات لیفت ابرون رو انجام میدیم، حالا چه به روش اندوسکوپی یا روش های دیگه. آقای دکتر، بعضی ها دیدیم که برش بالای ابروشون بوده، آیا برش مستقیم بالای ابرو از لحاظ علمی درست هستش؟ ببینید الان دیگه خیلی شما خودتونم توی جای مختلف توی خیابون ببینید که برش های اسکار قشنگ بالای ابرو هستش، این علمی هستش درسته. ببینید من خودم توی اروپا اینا خب دیدم جراحای خیلی خوبی دارن به خصوص توی ایتالیا که میاد مستقیما این بالا رو حتی تو افراد جوان، ولی من تو افراد مسن اینو میپسندم چون چین و چروک های زیادی اینجا جو به خصوص اونایی که پیشونی بسیار زخیمی دارن. ببین گاهی وقتا ما لیفت ابرو میکنیم اندوسکوپی ولی ابرو نمیاد بالا، یعنی میریم اندوسکوپی همه چی پوستم آزاد میکنه چون این چسبیده به پوست و پوست زخیمی داره، مجبوریم که یه برش مختصرم بالای ابرو بدیم روی خود ابرو و به خصوص در افرادی که سنشون بالاه و نتیجه خوبی داره. ولی اگه مریض خب اسکار سازه باید اینا رو خیلی دقت زیادی کنیم و به مریض یادآوری بکنیم. خدمتتون عرض کنم که این روش روش علمی هستش، میشه داد ولی اندیکاسیوناش محدوده، اینجوری نیست که برای همه به کار ببریم. ما معمولا اصلا سعی میکنیم برشی تو صورتمون این اطراف نداشته باشیم، اندوسکوپی باشه، ولی در موارد خاصی از جمله گفتم افرادی که ایجینگ هستن سنشون بالا یا چینای عمیقی دارن یا پوست زخمی دارن به هر حال اون برش بالا یا دایرکت اکسیژن ابرو یا دایرکت برو لیفت پسندیده هستش، ولی خب باید مواظب اسکارش باشیم که دقیقاً رو خط ابرو بیفته که چیزی دیده نشه. دوستان اگه سوالی دارن میتونن بپرسن. خواهش می‌کنم، من در خدمتتون هستم، میتونید سوالاتتون رو در مورد ابرو بپرسید یا کلا اطراف چشم همیشه در نظر داشته باشید. ابرو درسته که نقش بسیار مهمی تو صورت داره ولی اطراف ابرو مثل پلک فوقانی، پلک تحتانی، خود شکل ابرو، گاهی خود ابرو تغییراتی که ایجاد میشه توش باعث تغییراتی در خود یک طرف صورت میشه و غیرقرنگی ایجاد میکنه، بنابراین خیلی خیلی عمل دقیقی هستش، باید مشورت زیادی بشه، حتما باید بیمار قبل از عمل با پزشک خودش مشورت کافی رو بکنه، همه عوامل صورت رو در نظر داشته باشه و در مورد اسکارا صحبت بشه. سعی کنید حتما پیش فوق تخصص جراحی پلاستیک مراجعه بکنید و از مداخله‌گران ارجاع و مراجعه به مداخله‌گران خودداری بفرمایید. با ما میتونید در ارتباط باشید، دوست عزیزی که سوال فرموده میتونه عکساشون هم بفرستن، ما در دایرکت اینستاگرام یا فیسبوک یا یوتیوب یا واتساپ شماره‌هامون هستش، میتونید با ما در تماس باشید. باز اگه سوالی هستش من در خدمتتون هستم. ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید. ممنونم، روزتون بخیر.